هوشن، هم خون سیاه هوشن، از خون سیاه هوشن، هم خون سیاه هوشن، از جام سفید آهن، هر جام نمی پوشن، از جام سفید آهن، هر جام نمی پوشن، هم سار آستاین، هم آتش زردوشن، هم سار آستاین، هم آتش زردوشن، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. پیش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبانهای مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. ده‌ها کتاب روشنگر و تاریخی، صدها مقاله و نوشته و گزارش در نشریات نیمروز، فردوسی امروز، عصر امروز و صبح ایران، صدها مقاله با شخصیت‌های ایرانی و جهان، هزاران عکس در جایگاه‌ها و با شخصیت‌های جهانی، هزاران برنامه رادیویی، تلویزیونی به زبان‌های پارسی، فرانسوی و تازی، ده‌ها شماره از نشریات ارشاد، هما، شهر فرنگ، کیهان جهانی، رپورتاژ‌های تلویزیون‌های جهانی از تلاش‌های سیاوش اوستا، برنامه‌های اهدای نشان‌های افتخار از آکادمی‌های فرانسوی به سیاوش اوستا، صدها فستیوال‌های هنری جهانی، میهنی در مجلل‌ترین سالن‌های جهان، نمونه‌هایی از سخنرانی‌ها و بزرگداشت‌ها و انجام آیین عروسی به سبک آریایی. سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می‌شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. هم میهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان میتوانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی اثر سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی، از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقل به زبان تازی توهین به زن ایرانی. پیوند زناشویی به سبک آریایی، آستاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است. خانم خوشگل شهر امشب عروسی داره، تو قلب شازده دوماد قصر بلوری داره. دوماد شکاری کردی، عجب شکاری کردی، به این عروس نازه چه افتخاری کردی. دوماد باری کلا داری، عروس ای والا داری، عروس توی دل دوماد جای بالا بالا داری. دوماد هم را دستش کن، گلوبند گردنش کن، دوماد عاشقونه امشب. بر گل نشستگانیم. بله مهربانگران، بر گل نشستگانیم در عمق بحت و حیرت، با قایقی شکسته در ساحل ندامت. خود کرده را نباشد تدبیر و چاره جویی، خودمون کرد، یعنی خودتون کردیم. ما که بچه بودیم که دریا سراب ما بود، بالاترین قرامت. دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، شاد باشید، هر کجا هستید دوران به خوشی و شادکامی بگذرونید. درود دارم بای مهندس شهرتی، کارگردان برنامه در لس آنجلس تلویزیون پارس، و درود به همه شما عزیزانم که هر کجا هستید و نشستید و دارید این برنامه رو
مثل هر هفته میبینید. روی یوتیوب میتونید ما رو ببینید، روی یوتیوب بزنید آوا ایران اسم رادیوی ماست، و یا مهر تیوی لایو میتونید ببینید، در mehrtv.com لایو میتونید ببینید، در parstv.tv لایو میتونید ببینید. اونایی که ماهواره ندارن، ولی هم که ماهواره دارن دیگه میدونن، ماهواره تلویزیون پارس به دبیر کلی برادرم آقای مهندس امیر شجره. درود دارم به مهندس شجره عزیزم. عزیزم من امروز لطفا سر جاتون محکم بشینید، میخوام یک مسئله بسیار مهمی رو بهتون بگم، بعد در پیامدش هم مسئله بسیار مهمتری میاد، خوب گوش کنید. و امروز خواهش میکنم این مسئله که میخوام بگم جدی بگیرید. بدون از حسادت، حقارت، رقابت، جهالتی که میتونیم داشته باشیم که داشتیم قرنها، امروز خوب گوش کنید و چرت و پرت نگید و یهو نخواهیم بیاین باز مهر بزنین و اتیکت بزنین و تا این گفتیم درین برین و بشین و یک دا آدم های بدبخت بیچاره چه. امروز گوش کنید به این برنامه، ببینیم این قسمت اول که میخوام بهتون بگم. ببینید میگن جنگ و پو اون اومده و تاب سفه این باب شد، همین که گفتم تدبیر. کسایی که اومدن شاه باشکوه رو سرنگون کردن، ایران اهورایی رو نابود کردن، میان برای تو ایران آزاد کنن با این ناوا اینا، تو پوتانگا اینا، فقط جریان اونا پوله، فقط بیزنسه، فقط بیزنسه، فقط بیزنسه. تمام این لشکرکشی که الان به خلیج فارس شده، اگر نمیدونید بدونید، هر کسی $100 $500 $50,000 گرفته دکون وا کرده، دکون سیاسی، و میخواد ایران رو آزاد بکنه و همه اینا، گوش کنید اینه که بهتون میگم. شما همتون از دم، از دم من خودم نمیخوام بگم، از دم جمع بشین. این کلیک کوچیکه اینجا، این رضا پهلوی نمیشه. فکر کردید رضا پهلوی دستش چلاق بود بره پول بگیره، گروه و حزب و تشکیلات درست کنه و بعد یه مدتی اون درایت داره، اون شعور داره، اون دانش داره، میفهمه معادلات جهان رو بلده، معادلات. همه حرفی رو نمیتونه به شما بزنه، هر حرفی رو به شما نمیتونه بزنه، ما هم نمیتونیم همه حرفا رو بزنیم. حرفی که میزنیم ریسک داره، پای ریسکش هم میشینیم، ولی اون نمیتونه همه حرفا رو به شما بزنه. بعضی وقتا میبینی یکی رو خوشت نمیاد دستم میدی. حقیقت اینه که بچه ها یا پیرمرده یا جوونه، کسایی که آقا یارو بقاله، چقاله، استاد دانشگاه است، نمیدونم یه کاری بوده، شوفر تاکسی، الان وکیله، نمیدونم. آقا این رضا پهلوی رو من میخوام ببینمش، پیش بگم آقا تو اوی که آقا به جون شما هفته یکی دو تا تماس با من دارن افراد که آقا میخوام شعبانه رو ببینم، بشیگیم شعبانه میخوام رضا پهلوی رو ببینم، شاهزاده، شاهزاده رضا پهلوی. میگم چو برو قرمه سبزی تو درست کن، با قول اون رفیقمون یه بار گفت برنامه ساز تلویزیون، برو خانم قرمه سبزی نسازه عزیزم. شما هنوز شعور ندارید که نبرد و مبارزه اولین چیزی که میخواد رهبری است، دوم برنامه است، تشکیلات. شما رهبری اصلا قبول نمی کنید، همه تون فکر میخواید بدید، مغز متفکرین همه تون. این اولین پای لنگ این جریانی که 40 سال گذشته، 1400 سال گذشته، 1400 سال گذشته، هنوز یارو میگه آقا ما روزه هستیم، حالا روزه رو گرفتیم، نه تو بازار آخه نمیشه، تو مدرسه، تو دانشگاه ما روزه رو گرفتیم. مثال بهتون میزنم، برای همین یادتون نره عزیزان من، تو جهان یک معادلاتی است، یه برنامه‌ای است، یه دانستنی‌هایی است که شما فش هم بلد نیستین، پش هم بلد نیستین، دیگه برجات چه بفهمین. این که هر که اخبار گوش کنه برای من بشه تحلیلگر سیاسی، یا بعد هر کی بتونه حرف بزنه یک آیفون داشته باشه دستش اینجوری بشه به تلویزیون برای من در بیاره و بعد ایران آزاد کنه و بعد بیاد به رضا پهلوی هم ایراد بگیره که آقا این چرا اون کار نمی کنه، شما همتون معادلاتون میشناسه، اون شعور سیاسیش از شما خیلی بالاتره، خیلی از حرفا نمیاد بزنه، تماس داره، ارتباط داره، میدونه که کجا باید وارد عمل بشه. حالا اینا که میخوام بهتون میگم گوش کنید. امروز
تمام این لشکرکشی به خلیج فارس خود ایران همون بدل هر کی است جای علی خامنه‌ای نشسته سیستم باش موافقه. سیستم میدونین چرا؟ چون اولا برای من قاطع میشه، میگه جنگ نمیشه. موضوع الان میگه با حمله اون جنگ نمیشه. الان هم اون موقع نیست، ایران هم افغانستان نیست، ایران هم عراق نیست، ایران هم سوریه نیست که بخوان بمب در کنن. با زلزله و سیل و اینا ترتیب پایگاه موشکی اینا رو دادن، یعنی با اون سیل و زلزله پایگاه موشکی اینا رو ترتیب شد دادن، از رو تو سوریه هم زدن، پاک پوش کردن، همون شهر دارن توی حزب الله هم که خودش ساخته اونجور کرد. ولی اینکه بیان اونجور که حمله کردن به جای دیگه بکنن، سربازشون که به ایران نمیگن، ایران کشور متمدن 7000 سال است، همه اینو میدونن. ایران که صحرای عراق نیست که. خب این لشکرکشیم اونجا، چون الان بیزنس هم جهانیه، همه چیز جهانیه، لشکرکشیم اونجا برای اینه که جیب اون تازی ها رو خالی کنن، چون فکر کردی از جیب خودشون سربازان میرن نظام. همه اینا علا رقم این که فروش میکنن هواپیما و چانک و چه و چه میپوشن، سربازکشی هم که میشه اگر یه لیتر بنزین مصرف میکنن 2 یوروی 20 یورو فاکتور میکنن، همونطور که تو جنگ ایران عراق فشنگای 1 دلاری 20 دلار به ایران فروختن. این همه حساب پول بیزنسه. آقای ترامپ هم برای مملکت خودش، میهن خودش، سرزمین خودش آدم باشعوریه، داره پول میسازه. با چین هم درگیر شده، داره پول میسازه. مردم خودش داره بهشون میرسه. ولی ما بدبخت بیچاره یک مش تازی بر ما دارن حکومت میکنن، هر روزم خرمون میکنن، ما میترسیم از اینو. از اینون میترسیم و نمیتونه اون چه بخوان انجام بده. من میخواستم امروز در رابطه با یهودی ها با شما صحبت کنم. خدم ها و وقت تموم میشه، چون میخوام بریم باز بالا تو خیابون براتون یک سری برنامه های دیگه برم. اینو میذارم در برنامه بعدی براتون صحبت میکنم که بدونین عزیزان من، یهودیت، یهودیای ایران رو میگم، برید تحقیق کنید، برید پژوهش کنید. یهودیای ایران اگر الان شعار داده میشه رضا شاه روحت شاد، به برکت اونهاست. اگر موسیقی و فرهنگ ایران تو لس آنجلس بود، برای شما اندی و لیلا و چه و چه تا الان نگه داشت، کار اینهاست. متنشون رو دوست دارم، برای اینا پیش از هر چیز وطن پرستی است، وطن رو دوست دارن، وطنشون. و توی اسرائیل هم اینا خیلی جان مشکل دارن، خیلی از یهودی ایرانی توی اسرائیل مشکل دارن، بنده خدا، این نژاد پرستی بین اونا هست، مشکل دارن، بارها پیش اومده مسائلی، یعنی همه. ولی میخوام اینو به شما بگم عزیزان من، یه قومی که سرزمین اصلیش ایرانه، ما چرا هر هفته بهشون فحش بدیم، بگیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فلان، و این حسادت و رقابت باشه که هرچی هم تو سرت میاد، این علی خامنه ای که هر هفته با افتخار میان پیشش یا تو نماز جمعهش میگن مرگ مرگ مرگ، این خواهان نابودی این میهنه. وگرنه در یک کلام بهتون میگم، از آدم که 5700 سال پیش تا بود تا به امروز، هر کی درگیر شده با اینا نابود شده. قدرت آدم و حوا قصه شما نوشتم، برید بخونید، افسانه ها. آدم یه انقلابیه، اخراجش میکنن از شهرشوش، ولی اخراجش میکنن میمیره، میره یک چیزی قبیله میسازه که تا الان داره بچه آدم حکومت میکنن. ابراهیم میره، میشناسیم قصه شما. نوح حالا کشتی نوح هر جاست، یعنی جهان تو دستش بوده، و تا به امروز هر کی اومده نتونست اینا رو نابود کنه. توی علی خامنه‌ای میخوای بکنی، بایستی احترام و عزت اینا رو داشته باشیم، باشون هم پیمان باشیم، ایران سرزمینشونه، و جنگ اگه میخوای میلشه نمیشه به این شروط. حالا بعدا با هم صحبت کنیم. حالا ازتون اجازه میخوام که برم من بالا، چون دیدم خوشتون اومد از اینکه سیاوش عوستا بره بالا تو خیابون شانزلیزه بقیه برنامه رو بریم، ما همین کار میکنیم، بریم بالا بقیه برنامه رو از بالا میریم. با ما باشید، جایی نریم. دوستان مهمان، اینجا گراند پاله شانزلیزه پاریس هست. اینجا دو تا کاخ داره، پاله یعنی کاخ، یکی گراند پاله و یکی پتیت پاله. در امروز میخوام در رابطه با سند و پشتوانه تاریخی تقویم و سالنامه 7000 ساله اندکی با شما صحبت کنم.
در این رابطه کتاب‌های زیادی نوشتیم، مقالات زیادی نوشتیم، برنامه‌های زیادی رفتیم و برای نخستین بار می‌خوام یه سند بسیار مهمی رو بهتون ارائه بدم. یادم میاد یه بار وقتی به شهبانو عزیز اینو گفتم، حتی شهبانو یادشون رفته بود، در ذهنشون نبود که تذکر دادم و یادآوری کردم به ایشون. اون چیه؟ اون اینه که در سال 1961 از 11 اکتبر تا 14 اکتبر محمد رضا شاه و شهبانو مهمان شارل دوگل بودن و میان پاریس و میان توی همین کاخ وارد میشن. دو تا هم هست، کاخ پتیت پاله و گران پاله، برای اینکه نمایشگاه تاریخ 7000 ساله رو افتتاحش کنن. نمایشگاه تاریخ 7000 ساله شارل دوگل هم هست. حالا فیلمش رو الان براتون پخش میکنم، شما ببینید این فیلمو. داری که شاهنشاه و شهبانو از فرانسه می نمایند، بین سایر دیدارهای رسمی که امسال از فرانسه شده بیمانند و بی نظیر است. ژنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند. کشور فرانسه از بازدید شما یک دنیا افتخار می کند. کشور ما ایران را از قرنها پیش شناخته و می داند که شخصیت ملوکانه چه نقش مشکلی در نبرد امروزه دارند. فرانسه می داند که شاهنشاه تا چه حد به ملت خود علاقمند و از طرفی در جهان چه شخصیت ضروری برای برقراری صلح می باشند. در جواب سخنان رئیس جمهور فرانسه، شاهنشاه فرمودند: ما خوشبختیم که خود را در این کشور که از مدتها پیش روابط دوستی داشته می یابیم. در حالی که رئیس جمهور به همراهی خانم دوگل به استقبال شهبانو آمدند، هیچ کس در فرانسه دانشجوی ساده و بی‌آلایشی که 2 سال پیش در پاریس مشغول به تحصیل بود فراموش نکرده است. شب شاعرانه و در این حال مجللی بود، شبی که قلب پاریس برای ایران می‌تپید. ولی حساس‌ترین لحظه این دیدار چند روزه هنگام افتتاح 7000 سال هنر ایران در کاخ کوچک است که اختصاص به این نمایشگاه داده شده. وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی ژنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می کردند. در میان آثاری که حاکی از تمدن و عظمت و هنر کشور پهناوری است که نخستین آثار تمدن آن در زمانهای ما قبل تاریخ می باشد، در میان اشیای گرانبها و نفیسی که وجود یک ملت هنرمند و هنردوستی را که تمدنی را احیا کرده و تا به امروز نگاه گیتی به رویش تابان است آشکار می باشد. خاطره ایران در قلوب مردم فرانسه پیوسته از طی قرنها پیش زنده و جاویدان بوده و با دیدار شاهنشاه احساسات پاک دو ملت به هم نزدیکتر شدند. سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می‌شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. همیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می‌توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند.
اما چرا تاریخ غارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. بله دیدید مهمان یاران، پادشاه مهمان شهبانو برای 1961 میان پاریس برای که نمایشگاه 7000 سال هنر ایران رو گشایش افتتاح. این پشتوانه تاریخی است. در این رابطه من یه برنامه ویژه دارم که خواهش می‌کنم ببینید، دیگه نمی‌خوایم بحث زیاد بکنیم در این رابطه، ولی تا جدا از این که خیام در رابطه با این که 7000 سال است ایران سخن گفتن از اونها خیلی سال قبل، فردا که از این غیر کهن درگذریم با 7000 سالگان سر به سری، جدا از این که کشفیات تاریخی هر روز از شهر سوخته سیرک کاشان جیرو، امروز یه سند دیگه هم دارم که به شما نشون میدم. این شهر سوخته است با قدمت 7000 ساله که کشف شده در میهن ما، و شهر سوخته نشون میده که ایران چه تاریخ کهنی داشته، چه تاریخ بزرگی داشته و ما از کجا میاییم. حالا به خودتون و اطراف خودتون نگاه کنید، ببینید به کجا میرسیم و کجا رسوندن ما رو دشمنان ما. 7000 سال پیش تو مهد تمدن بشریت بودی و بشریت تا به امروز مرهون تفکر، اندیشه، فرهنگ و تمدن توست. وقتی بذار 4 تا ملای شپشو بر شما حکومت کند و شما دولا سلا برین برای جایگاهی که 14 قرن داره ما رو میکشه. کمی خرد مهربان یاران. اینجا هم شانزلیزه است پشت سر من و محمد رضا شاه هم دیدید. حالا از شما دعوت میکنم که شهر کهن و 7000 ساله آریایی که یکی از نمونه های شهر سوخته در زیر خاک در اومده رو ببینید. شهر سوخته و تمدن هوشمند و خلاق آن با بیش از 5000 سال قدمت به عنوان بزرگترین استقرار شهرنشینی در نیمه شرقی فلات ایران، نمونه ای منحصر به فرد و حکایتگر واقعی علم، صنعت و فرهنگ گذشته های دور این مرز و بوم است. در روزگاران دور که بشر تازه یک جانشین شده بود، شهری در سیستان پدید آمد که به گفته باستان شناسان به لحاظ بافت شهری، جمعیت و برنامه ریزی شهری اولین شهر جهان محسوب می شده است. بر مبنای یافته های باستان شناسان، شهر سوخته 280000 هکتار وسعت دارد و بقایای آن نشان می دهد که این شهر دارای 5 قسمت اساسی بوده که شامل بخش مسکونی واقع در شمال شرقی شهر سوخته، بخش های مرکزی، منطقه صنعتی، بناهای یادمانی و گورستان است که به صورت تپه های متوالی و چسبیده به هم واقع شده اند. 80 هکتار از شهر سوخته را بخش مسکونی تشکیل می‌داده است. شهر سوخته نام بقایای دولت شهری باستانی در ایران است که در 56 کیلومتری زابل و در شرق ایران در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. دوره بنای این شهر بزرگ با دوره برنز تمدن جیرفت مقارن است و زربانیان در حدود 6000 سال پیش در این شهر زندگی می‌کردند. نخستین انیمیشن جهان در شهر سوخته کشف شده است. باستان شناسان هنگام کاوش در شهر سوخته در گوری 5000 ساله جامی را پیدا کردند که نقش یک بز همراه با یک درخت روی آن دیده می شود. نخستین و قدیمی ترین تخت نرد جهان و همچنین نخستین چشم مصنوعی و جمجمه در این شهر کشف شد که نشان از نخستین عمل جراحی مغز در جهان حکایت دارد. شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم.
این فیلم رو ببینید، فیلمی که میبینین رهبرای جهان کتک میزنن، سیلی میزنن، تخمرغ میزنن، شیرنی. و شما حزب اللهی سابق که زن مردم برای یه چادر رو سری یه لاخمو میزدید، کتک میزدید و زخمی میکردید، مرد حسابی امروز که شما خودتون میان این جناح دیگه حاکم رو تا حدی میرید که میگید اینا آمریکایی هن، ملحدن و چه هستن و چه هستن، اینقدر بین هم نمیگن، چه اینا رو کتک نمیزنین؟ Имаме свобода и отговорност на институциите. Вместо изрядна структурираност на държавата, ще имаме функционална ефективност в обслужването на гражданите. Než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Jako chlap čelem. Vy jste zbabělec. Has a key role in strengthening. Excuse me, President Reagan. President Reagan. Le candidat socialiste signe la charte aux côtés d'un des responsables de la Fondation Abbé Pierre. Une femme fait irruption sur l'estrade, arrive à un mètre de lui et asperge François Hollande de farine. Immédiatement, des agents de sécurité plaquent l'agresseur au sol. Très calme, François Hollande dépoussière ses dossiers avant d'être évacué. Since I've been here to announce the heck. Yeah.
همین نمیگم بکشین ها، من نمیگم کار عملیات تروریستی و مسلحانه انجام بدین، ولی افرادی مثل آقای جناب آقای استاد حسین الله کرم و غیره که مردم برای واسه یه لاغمو کتک میزدین، الان چرا نمیرین اینجور که میبینین تو غرب کتک میزنن رهبران خودشون رو؟ شما چرا نمیرین اونایی که میگین باشون مخالفین خلاف میکنن؟ به آقای قاسمی میگم، سعید قاسمی به تو میگم، بنیاد الله قزوینی حسن عباسی میگم، و آقای الله کرم میگم، شما چرا نمینار کتک بزنین؟ خالی بندین همتون، دروغ میگین همتون دستتون تو دست یک بیگانه است، یکی عربستان سعودیه، یکی آمریکاست، یکی انگلیس، همتون نوکرین. حتی میخواین یه چیزی بهتون بگم نمیدونید به شماها؟ علی خامنه‌ای قبلا رفت به فیروزآبادی گفت که این ارتشی نظامی خط ما رو نمیخونن. اخیرا میدونین چی گفته؟ رفتن پیشش که آقا فلان اینا، گفته خب ما با این آدمایی که هوادار ما هم هستن، مثلا منظورش همین قاسمی بوده و الله کرم بوده و آقای رائفی پور بوده و حسن عباسی عبدالله قزوینی بوده، گفت اینا هم که هوادار ما هستن که همش زر میزنن، خب برن اینا رو کتک بزنن. خامنه‌ای گفته. بعدش هم گفته آقا خب اگه بزنن برات اینا میرن دادگاهی میکنن، زندان میکنن. گفته بابا یارو عمار یاسر رفت تبعید شد، شکنجه شد واسه علی، اینا برای ما حاضر نیستن زندان هم برن، خب بزنن اینا رو برن زندان. خب اینم که رهبرتونه، شما چی میگین چرت و پرت میگین؟ نمیشین فقط زر زیادی میزنین. همونایی که رقبای شما هستن الان، اونها رو چرا باهشون برخوردی نمی‌کنین؟ که یه درصد از اون برخوردی که با ملت ایران می‌کردین، مردم زنان آزاده ایران می‌کردین، چرا با اونا نمی‌کنین؟ شما هم دروغگو هستین. پیش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. مهربانان، امروز ما می‌خوایم وارد شهرداری پاریس پنجم بشیم در میدان پانتئون پاریس. 12th سالن دو لیو میگنی نمایشگاه کتاب هست و همه سال من این افتخار داشتم که در این نمایشگاه شرکت کنم و امروز نیز حدود 30-40 نفر از بزرگترین نویسندگان فرانسوی هستن که من سیاوش عروسی کوچکترین شماها نیز اونجا خواهم بود. وارد میشیم، خواهید دید و شخصیت های برجسته فرانسوی به این نمایشگاه میان. خود شهردار خواهد بود و اشکام خدمتون وزرای مکرون، یکی از دوستای صمیمی مکرون پرزیدنت رئیس جمهور فرانسه که وزیر هست، ایشون خواهد اومد. از جمله شخصیت هایی که امروز میاد به این نمایشگاه آقای فرانسیس کلیف هست. فرانسیس کلیف رهبر کریف در فرانسه است. کریف اتحادیه می‌تونیم بگیم تمامی انجمن‌های کلیمی در فرانسه است که همه رو در اینجا دبید. دشمن زیاد دارن، حسود زیاد دارن، اون حسود رو بذاریم بمیرن از حسادت. وزرای مکرون، یکی از دوستای صمیمی مکرون پرزیدنت رئیس جمهور فرانسه که وزیر هست، ایشون آقای منیر محجوبی وزیر مکرون هست که خدای انفورماتیک این مرد مروزی کرده و اثر میزه من اومده، ازش بسیار سپاس گذارم. آقای فرانسیس کلیف هست. فرانسیس کلیف رهبر کریف در فرانسه است. کریف اتحادیه میتونیم بگیم تمامی انجمنهای کلیمی در فرانسه است که همه رو در اینجا دبید. دشمن زیاد دارن، حسود زیاد دارن، اون حسود رو بذارین بمیرن از حسادت. مهربانی کرده، سر میز من اومده، بسیار ازش سپاس گذارم. از آقای فرانسیس کلیف، رئیس کریف. Avec les prononciations bah oui, en français. Comme ça, on peut apprendre facilement.
C'est-à-dire que c'est pas un salon de l'ancien progressiste qui était dans mon bureau. Ah, moi je suis autour de ça. Michel Broca, il était. C'est pas un salon de mon bureau. Sarkozy, il avait fait un allez voir. Oui, chérie, oui. Je vais, et en tout cas, on va voir une instance. C'est sympathique. Moi je vais me mettre à côté du président. استاد مسعود جاهد رو میبینید. استاد مسعود جاهد عزیزان من که مهرورزی کرده، من ازش دعوت کردم به این نمایشگاه اومده و داره همه رو از هنر خودش بهره ور میکنه، برخوردار میکنه. بله، این خانم فلورانس هم که میبینین شهردار پاریس پنجمی که از شهردارهای قویه و پرکار و پرتلاشه که همه ساله اجازه میده که در بخش عظیم از شهرداریش این نمایشگاه برگزار بشه. دوستان و یاران عزیز، از حضور همه مهمانیاران اینجا من میخوام تشکر کنم، هموطنان ناظرین و ایرانیانی که مهمانی کردن، تشریف آوردن. که خب میدید ایرانی ها چون معمولا نمیخوان جایی دیده بشن، از هموطنانمون هیچ کدوم تاثیری نشون نمیدیم، ولی از همشون سپاسگزارم که اومدن به این نمایشگاه.